سلام، امروز میخوام بهتون بگم بهترین الگوی دنیا چه الگوییه؟ از نظر شما چه الگوییه؟ اگه این دست از ویدیوها رو دوست داریم میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن ویدیو این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. خیلی از خیاطا دنبال این هستن که بهترین الگوی دنیا کدوم الگوه. شاید حتی خیلیاتون سرچ کرده باشین توی اینترنت و ببینید که بهترین الگو چه الگوییه. اگه با خیاطای مختلف صحبت بکنید، بعضیا عقیده دارن که مولر یکی از بهترین الگوهای دنیاست و بعضیا میگن متد فرانسه، بعضیا گرلاوین، بعضیا متریک، بعضیا مثلا میگن الگو اصلا به درد نمیخوره، ما بهتر خودمون یه طرحی بزنیم و ازش لباس بدوزیم. خب اصلا امروز میخوایم ببینیم که این الگوی عالی و یک چیز خاص که همه دنبالش هستن چیه. هر الگویی که شما استفاده کنید، با هر متدی که استفاده کنید، از یک سری خطوط نشأت گرفته. خب همه الگوها یه خط کف حلقه آستین داره، یه خط کمر داره، یه خط باسن داره، یه خط گردن داره، یه خط مرکزی پیش و یه خط مرکزی پشت. هر الگویی که شما استفاده کنید همینطوریه. پس چجوری میشه که از یه الگو استفاده میکنید و لباس خیلی تو تنتون قشنگ میشه و از یه الگوی دیگه استفاده میکنید و اصلا لباس اونجوری که دلتون میخواد مورد پسند و سلیقه شما نیست؟ بچه بعضی از الگوها، بعضی از متودا این شکلیه که مثلا موله رو میگم، پشت لباس، پشت الگوی ما بزرگتر از پیش الگوه. برای اینکه این متد و این الگو برای کشورهای اروپایی طراحی شده، خب اختصاصا برای آلمان، و اندام آلمانی ها درشت تقریبا و پشت و سرشانه پهنی دارن. خب پس وقتی ما از الگوهای مولر استفاده میکنیم، برای کسایی که پشت پوری دارن، سرشانه پهنی دارن، استخونبندی پهنی دارن، خیلی کار قشنگ وای میسه. با توجه به اینکه خیلی میگن این متد سخته و در آوردن الگوش یکم سخته، اما الگوی دقیقیه. پس الگوهایی که پشتشون بزرگتر از پیششونه، برای کسایی که استخونبندی درشتری دارن، سرشانه های پهنی دارن، پشت پوری دارن، برای این افراد معمولا قشنگ تره. حالا بعضی از الگوها اتفاقا پیشش بزرگتره، که خیلی از الگوها اینجوریه. شاید شما اگه با الگوهای مختلف کار کرده باشین و دقت کرده باشین، میبینید وقتی میخوای الگو رو رسم کنید یا حتی اصلا از الگوهای آماده دارین استفاده میکنین، خط کف حلقتون و خط باسنتون در قسمت پیش بزرگتره. یعنی یک چهارم دور سینه رو مثلا به اضافه یک تا دو سانت در پیش و منهای یک تا دو سانت در پشت میکنن. خب این الگو برای چه افرادی خوبه؟ برای افرادی که سینه هاشون یه خورده بزرگتره، قسمت پهلوهاشون گوش داره، شکم یه خورده برجسته سری دارن، و حتی افرادی که یکم صاف میستن به سمت پشت، که اگه اونو از مولر استفاده کنن، پشت لباس اتفاقا لق وای میسه. اینا بهتر از الگوهای استفاده کنن که پیش لباس الگوش بزرگتره. خب بعضی از الگوها رو هم دیدین یا لباسای حاضری خریدین، بعد اومدین مثلا از روش یه دونه الگو در بیارین برای خودتون بدوزین، دیدین الگو به تنتون خیلی قشنگه، میایین اندازه میگیرین، مثلا تو پای دامن یا پای کتتون میبینین اصلا پشت و پیش کاملا برابره، نه پشت بزرگتره نه پیش بزرگتر. خب اینم یه روشه، اینم یه متد میتونه باشه، که البته بیشتر متدهای بازاریه و متدهایی هستش که برای لباسهای کشی استفاده میکنن که یک اندازه است. اما خب هست، اینجوری هم ما خیلی دیدیم که بعضی از لباسها کاملا پشت و پیششون یک اندازه است. خب حالا ما کدوم رو انتخاب کنیم؟ الگویی که پیشش بزرگتره یا پشتش بزرگتره یا اصلا کلا برابره؟ یه چیزی هم در مورد بعضی از یه متدی هم توی اینترنت اگه سرچ کنید، بعضی از الگوها رو نگاه کنید، میبینید که خط کف حلقه آستینتون، ما بیشتر به این میگیم خط کف حلقه آستین و خط سینه، ولی بعضی از الگوها رو شما میبینید که خط کف حلقه آستینشون و خط سینهشون فرق میکنه. یعنی اندازه خط سینهشون اینجاست، یعنی دو تا خط کشیده شده بچه به این صورت، و اندازه سینه رو روی این قسمت،
اندازه میزنن نه اندازه بالا. گفتم اینم شاید یه جاهایی دیده باشین که چرا بعضی الگوها دو تا خط داره برای خط کف القاسین یا خط سینه. گفتم اینم یه توضیح کوچیک اینجا بهتون بدم که اونا عقیدهشون اینه که دور سینه رو با یک چهارم دور سینه دقیقاً جایی که مرکز سینه هست باید علامت بزنن، هم در پیش هم در پشت و قسمت بالا قسمت کف القاسین دیگه. کف القاسین اگه شما یه خط کش بزنید زیر دستتون و از سرشون تا اینجا اندازه بزنید، خطی که تو خط کف حلقاسی میفته بالاتر از خط سینه است به طور معمول. اینم گفتم یه اشاره داشته باشم که اگه دی وقت دیدین فکر نکنید که چرا این شکلیه. خب حالا ببینیم با توجه به این همه متدایی که در دنیا وجود داره، فرانسه، متد ایتالیا، مولر، متریک، گرلاوین یا حتی بعضی رو گفتم اصلا الگوی استفاده نمیکنن، واقعا وجبی کار میکنن. شاید خیلی قدیما اینجوری بوده که مثلا میگفتن بالاتنه شخص یک وجب و قسمت بالاتر تا کمر یک وجب. واقعا بدون سانتی متر و بدون اندازه میگرفتن، اونم با یه نخ اندازه میکنن، با نخشون میزدن روی کاغذ یا رو پارچه، کاغذ هم که نمیزدن رو پارچه و مستقیم رو پارچه میبریدن که بهش میگیم لباس های بدون الگو در واقع. خب چجوری باید انتخاب کنیم که بهترین الگو چه الگوییه و از کدوم روش باید استفاده کنیم؟ اصلا میدونید که بهترین برندهای دنیا میان از کدوم الگو استفاده میکنن؟ شاید براتون جای سوال باشه که مثلا یه برند خیلی عالی میاد از کدوم روش استفاده میکنه و واسه مشتریاش لباس میدوزه. تا اونجایی که من میدونم بیشتر برندهای دنیا از هیچ الگوی استفاده نمیکنن، یعنی از هیچ الگویی به این روش که ما داریم استفاده میکنیم بگیم این متد اون متد استفاده نمیکنن. بیشتر این برندها روی مانکن الگو سازی میکنن، اندازه شخص رو میگیرن، بعد مانکنشون رو طبق اندازه هایی که گرفتن درست میکنن. مثلا یه مانکن فکر کنید سایز 40 دارن و اون مشتریشون که میخوان براشون لباس رو بدوزن مثلا بین 42 و 44 حتی اندازش، میان با مثلا مثل نوارای لایکو میان اون مانکن رو کمی بزرگتر درست میکنن، دقیقا حجم سینه، قسمت باسن، فرو رفتگی کمر رو عین اندازه اون شخص در میارن. با استفاده از یه پارچه مثل چلوار یا مدخال یا پارچه‌های خیلی ارزون قیمت میذارن روی مانکن، یه پارچه خیلی ساده رو و عین قالب مانکن اون پارچه رو سنجاق میزنن، خط سرشانش رو، خط پهلوش رو، تمام پنسا رو روی مانکن میگیرن و همه رو با ماژیک علامت میزنن و اضافه رو میبرن. پارچه در واقع الگوی پارچه‌ایشون رو میندازن روی کاغذ و عین همونو الگو میکنن. یعنی در واقع تمام لقی‌هایی که قرار بود روی یک الگو گرفته بشه روی مانکن همه رو آماده میکنن و واسه همینه که وقتی لباس رو میدوزن واقعا لباسشون هیچ ایرادی نداره، چون قالب تن اون مانکن درست شده و اون مانکن هم از اول خودشون در واقع میگن مانکن سازی کردن، یعنی طبق اندام اون شخص اون مانکن رو در آوردن. حالا شما اگه مانکن ندارین یا اصلا براتون این کار سخته و نمیتونین این کار رو انجام بدین، بهترین کار اینه که روی الگوهای خودتون لقی‌های مناسب رو بگیرید. شما از هر روشی که استفاده کنید، از هر متدی که استفاده کنید، این الان یه کاغذ ساده است، یعنی یه کاغذ صافه. وقتی ما میایم یه پنس تو سرشانه میگیریم باعث میشه که خب بدن ما یک برجستگی در سینه داریم، وقتی یه کاغذ صاف رو میذاریم خب این صاف بیاد بالا، اینجا که نمیخوابه در واقع، درسته؟ وقتی که این پنس رو میگیریم باعث میشیم که این کاغذ یا این پارچه به سمت سرشانه ما بخوابه. پس اگه شما لقی‌گیریاتون درست باشه، اندازه‌ای که برای پنس سرشانه‌تون استفاده می‌کنید درست باشه، یا اندازه پنسی که در کنفرماسیونتون، اندازه پنسی که در قسمت کمر استفاده می‌کنید درست باشه، اندازه‌گیریتون درست باشه از اول، روی هر الگو هر چقدر که لقی‌های درست‌تری بگیرین کار شما درست‌تر و بهتر میشه و شما لباس بهتری رو میتونید ارائه کنید. بعضی از دوستای من برای من می‌نویسن که ما سال‌هاست داریم گرلاوین کار می‌کنیم و همیشه هم باهاش مشکل داریم، اما جرأت اینه که بریم یه دونه الگوی دیگر رو امتحان کنیم واقعا نداریم. الان چیکار کنیم؟
اصلا الگوی گرلاوی الگوی پایه است، جزء الگوهای اصلی که توی ایران تدریس شده، هنوزم داره تو آموزشگاه تدریس میشه، اما یه خورده لقی هاش زیاده و یکم لباس کلا گشاد در میاد. شاید الان دیگه مردم اینقدری نپسندن که یک لباس خیلی گشاده به فرم متد گرلاوین رو بپوشن. شاید یه دورای قدیم تر خب خیلی اوکی بوده این قضیه. خب حالا همینی هم که شما متد گرلاوین یا هر متدی که دارین اشکالی نداره، هر روشی که دارین، بچه خودتون درگیر نکنید با الگوهای مختلف و روشهای مختلف، بیاین همونی که دارین رو اصلاح کنید. من مطمئنم شما خیاط زبردستی که داری سالها کار میکنی و همیشه دیدی که این الگو یک جای اشکال داره، خودت تو فکرت این الگو رو کم کم درست کردی. شاید نمیدونستی که باید رو الگو چی کار کنی، اما وقتی میخواستی این الگو رو بنازی روی کاغذ، یه سری لقی ها رو همونجا گرفتی، دیدی همیشه الگو تو مینداختی روی پارچه که ببری، مثلا همیشه یقت لقی میداده، واسه همین میرفتی سی اف تو یکم از دولای پارچه میآوردی اونورتر. در واقع خودت داشتی لقی رو میگرفتی، ولی خودت نمیدونستی که این کار رو میتونی روی الگوت انجام بدی. ازتون خواهش میکنم با الگوهایی که دارین کیف کنید، ازش خوب استفاده کنید، سعی کنید یه سری اصلاحات اندامی روش انجام بدین. اگه شکمهایی برجسته دارین، اگه سینه‌هایی برجسته دارین، اگه پشتهایی برجسته دارین، اینا رو الگوتون لحاظ کنید. اول پیداش کنید، پیدا کنید ببینید کجای کار اشکال داره. وقتی این لباس رو که میدوزین کجای کار اشکال داره، اونا رو اصلاح کنید. الگواتون که اصلاح بشه مطمئنا شما دوخت خوبی خواهید داشت. وقتی الگو درست میشه دوخت راحت تر میشه، اشکالات برطرف میشه و شما از دوخت لباستون لذت میبرید. خب با توجه به این صحبتهایی که براتون کردم و با توجه به اینا چیزایی بود که از سالها تجربه خودم تقریبا به دست آوردم، امیدوارم الگوهایی که دارین رو بتونین درست کنید و اونو تبدیل کنید به بهترین الگوی دنیا، با توجه به این که متوجه شده باشین که مشتری شما اندامش به کدوم الگو میخوره، بهتره که تو الگو چه کارهایی رو لحاظ کنید. اگه شما آگاهیتون و اون دانشتون نسبت به الگو کافی باشه، مطمئناً الگوتون خوب میشه. وقتی یه الگو از کسی خریداری میکنید یا از یه دوستی الگو میگیرید، اون میگه من همیشه اینو واسه خودم میدوزم، خیلی این الگو عالی در میاد، اما شما برای خودتون میدوزید میبینید اون الگو خوبی برای شما در نمیاد. از هر کی الگو میگیرین یا از هر روشی که میخواین الگو در بیارین، یادتون باشه همیشه بپرسین که پنسی که در سرشانه زده چه اندازه است، معیارشون برای اندازه گیری چی بوده، معیار از سرشانه بوده، معیار بالاتنه از مثلا گودی حلقاستین بوده. اول نسبت به الگو آگاهی پیدا کنید، الگوتون رو بررسی کنید، ببینید پیش الگوتون بزرگتره یا پشت الگوتون بزرگتره، یا چقدر لقی توی این الگو لحاظ شده. بعضی از الگوهای ترکو بعضی از دوستان من خریدن و خیلی ازش راضین. یه بارم خودم دیدم که بله این الگو ظاهر هیچ خطی روش نیست، واقعا یه الگوی خیلی ساده است مثل این، هیچی روش نیست، اما مشخصه که این الگو تمام لقی‌ها توش لحاظ شده، هم توی حلقاستین، هم توی یقه، هم پنس طلایی، اینا همه توش لحاظ شده و این تبدیل شده به یک الگوی عالی. پس شما اگه یه تیک کاغذ معمولی رو هم بردارید رو خودتون بزنید و با سنجاق و با چسب این کاغذ رو هم تمام لقی‌ها رو بگیرید، شما یه الگوی خوب میتونید حتی برای خودتون در بیارید، بدون اینکه حتی مانکن داشته باشید. البته حتما همتون خودتون مانکن هستید. امیدوارم با صحبت‌های امروز بهترین الگوی دنیا رو پیدا کرده باشیم. مرسی که امروز این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. تا درود دیگر، بدرود.